مواضع گروه دولت اسلامی زیر آتش نیروهای عراقی. نبرد با داعش برای پس گرفتن تکرید. این حمله که از 4 روز پیش شروع شده به کندی پیش رفته. به دلیل مین‌ها و تله‌های انفجاری در جاده‌ها و حملات انتحاری نیروهای داعش. حالا مقام‌های عراقی می‌گویند که نیروهایشان در حال پیشروی هستند. خطه المرسومه ان نتقدم باتجاه 5 نیروهای ما بر اساس طرح از پیش تعیین شده در 5 نقطه در حال پیشروی هستند. ما به اهداف زیادی دست یافته‌ایم. نیروهای مسلح با حمایت جت‌های جنگنده عراقی و هلیکوپترها به تلاش خود برای مقابله با تروریست‌ها ادامه می‌دهند. شبه نظامیان گروه دولت اسلامی به میزان قابل توجهی عقب‌نشینی کردند و تلفات زیادی دادند. المعركه مستمره. نبرد در سر شهر استراتژیک تکریت، مرکز استان صلاح الدین در شمال عراق، آزمایشی برای توانایی نیروهای عراقی در مقابله با نیروهای داعش تلقی شده. این عملیات با حمایت ایران انجام می شود و قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، هم در هدایت آن نقش دارد. تکریت که در 80 کیلومتری شمال بغداد قرار دارد، پارسال به همراه موصل دومین شهر بزرگ عراق به دست نیروهای داعش افتاد. نیروهای داعش در زمان تصرف این شهر صدها سرباز شیعه را قتل عام کردند. حالا که عملیات نیروهای عراقی برای تصرف تکرید ادامه دارد، نگرانی در مورد وضعیت غیر نظامیان این شهر هم بیشتر شده و چشم‌ها به سرنوشت این نبرد بزرگ دوخته شده که گفته می‌شود می‌تواند مقدمه‌ای برای پس گرفتن موصل هم باشد. مهین شفایی، بی‌بی‌سی.